محمد باران باشنده وال سوالیا گرشک هلمند میگویت که څو هر برادرش در جریان یک حمله هوایی نیروهای بریتانیایی جان باختند و حکومت بریتانیا میخواهد که این حمله را بررسی و عاملان آنجا به کیفر برساند برتانیانو پر دورایي باندې په شهادت ورسول پډروم تیاری و وشتله شهیدان څول دوا زوانان او دوا چې و د کوشنی و بالا خو کم سم همانند محمد باران خانواده های بسیار در بخش های گونه گونه افغانستان افغانستانند که بستگانشان در عملیات های نظامی نیروهای خارجی جان باختند بی بی آمنه که از ولسوالی هلمند است نیز میگوید که سه فرزندش در عملیات های نیروهای بریتانیایی جان باختند لار لاس کارکه ور ورکه که کوشش نیامه شمان میراث له لید ور ورکه چاريژن چې نه وای راثت لید د خپل کارو د خپل کسبو زم ور ورکه نوخته زم سره دغه همکاري نه د خړ ور ورکه چاريژن چې دغه هم سره شیدان کړ او کومکم سره ورک برتانایان شو ورسته نه را سره کړو کومکم یوه چې نه لید را سره کړو ور ور موږ د غوړش موږ سره کومکم وسمرسته وشن موږ د دې اعتماد او الات پښه وزيات کوي را با این همه به تازگی وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که آنان تا سال آینده میلادی بررسی هایی را درباره عملکردهای های اشتباه نظامیان این کشور در افغانستان انجام می دهند معاون وزارت دفاع بریتانیا در سخنان در پارلمان این کشور می گوید که این بررسیها همانند گذشتن نخواهد بود و به گونه همه جانبه انجام خواهند شد وزیر دفاع یک کمیسیون مستقل قانونی را تحت دستورالعمل سال 2005 برای بررسی و گزارشدهی اتهامات مبنی بر فعالیت‌های غیرقانونی توسط نیروهای بریتانیایی در جریان بازداشت‌های قصدی در افغانستان ایجاد کرده است. امارت اسلامی نیز میگوید که در دو دهه پسین نیروهای خارجی جنت های را در بخش های گوناگون افغانستان انجام دادند و این جنایات باید بررسی شوند. بلاروسی مونکی ورجنې کړې د سلوغونه خلک به ګونا وژلې وزورولي ټاکلیف کړی موږ د ټولو حقوق واړو په مناسب ورکې اوسنه په ګوډه ویدا اعلان ما صبر صادق خان او صبر بریکټونی مو یې من د تشخیص کړی چې او محکمې ته په حاضر کې ډیر مهمه ده چې هغه افغانان په دشل کله نه دوره کې متضرره شوی دی دوی تکولې سي دیغه ايدي په هغه کې حقوق دي تو ورکړل شي پیش از این نیز های برخ از نهادهای جهانی که انجام دادند نشان می‌دهد که نیروهای بریتانیایی در جریان عملیات‌های در افغانستان زندانیان و افراد غیر نظامی را کشتند